درود بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر جمعه هفتم جوزا که برابر می شود با 28 می. سرخط خبرها: خروج نظامیان آمریکایی پیش از زمانبندی 11 سپتامبر از افغانستان. امروز می توانم به شما گزارش دهم که روند خروج با سرعت بیشتری پیش می رود. در واقع کمی جلوتر از زمانبندی صورت می رود. انتقاد صلاح الدین ربانی از ترکیب و ماموریت شورای عالی دولت. طرح تصمیم گیری متمرکز و تک محوری به بن‌بست رسیده است. جان باختن حدود 200 نظامی و ملکی در درگیری های 10 روز گذشته. پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه. و کاهش کشت و فروش زعفران در هرات. وقتتون بخیر. آمریکا پیش از زمان بندی تعیین شده نیروهایش را از افغانستان خارج می کند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در بیانیه برای کنگره این کشور می گوید که روند خروج به سرعت و پیش می رود و پیشتر از ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد. از سوی هم شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان می گوید که اسلام آباد در تلاش است تا بنبست به میان آمده گفتگوهای صلح افغانستان را بشکند. روی نندشمند. بیش از یک ماه پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از یک تصمیم دشوار اعلام کرد که نیروهای این کشور باید تا ماه سپتامبر افغانستان را به گونه کامل ترک کند. اما حال وزیر دفاع این کشور از تکمیل خروج نیروهای این کشور حتی پیش از زمان بندی تعیین شده از افغانستان خبر می دهد. برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که روند خروج نیروهای آمریکایی تا ماه جولای سال روان تکمیل خواهد شد. امروز می توانم به شما گزارش دهم که روند خروج با سرعت بیشتری پیش می رود. در واقع کمی جلوتر از زمان بندی صورت می گوید. همزمان با این رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکایی می گوید که بعد دنبال خروج نیروها ممکن جان افرادی که سالها با نیروهای آمریکایی یا سفارت این کشور در افغانستان کار کردند در خطر باشد. از این رو در صورت نیاز زمینه خارج کردن آنها را نیز از افغانستان فراهم خواهد کرد. ایمینی آنها ممکن است در معرض خطر باشد، ما درک میکنیم که این یک وظیفه بسیار مهم است. اطمینان از وفادار ماندن به آنها و انجام آنچه که لازم است برای متیقن شدن از حفاظت آنها و در صورت لزوم خارج کردن آنها از کشور بسیار مهم است. از سوی دیگر، در حالی که نبردها پس از اعلام خروج نیروهای خارجی در افغانستان شدت گرفته و روزانه ده ها قربانی از دو طرف میگیرد، گفتگوهای صلح هم به بن‌بست خورده است. پاکستان همسایه همیشه ملامت افغانستان از تلاش ها برای رفع این بن‌بست خبر می دهد. ما به نقش خود برای صلح و ثبات در افغانستان ادامه خواهیم داد. پاکستان در حال حاضر همچنان در تلاش شکستاندن بن‌بست صلح است. اما این یک مسئولیت مشترک است. نمی توان پاکستان را برای اختلاف های داخلی که در افغانستان است مسئول دانست. در تازه ترین مورد، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا گفته است که روند خروج 16 تا 26 درصد تکمیل شده است و نیروهای خارجی چندین پایگاه نظامی را تخلیه کردند. دبیرکل ناتو میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان در نبود سربازان خارجی توانایی مقابله در برابر تهدیدها را دارند. ینس استولتنبرگ در گفتگویی با اسوسییتد پرس تاکید میکند که ناتو با گماشتن کارشناسان غیر نظامی در وزارتخانه های افغانستان و فراهم سازی هزینه های مالی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پابند خواهد ماند. در همین حال رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در سفرش به پاکستان هشدار می‌دهد که اگر فرصت کنونی برای صلح افغانستان از دست برود، پایان بحران در این کشور دشوار خواهد بود. شاپور فرهمند. دبیر کل ناتو در جریان دیدار از یک کشتی هواپیمابر در دریای اتلانتیک در سواحل پرتغال می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان در نبود سربازان خارجی توانایی مقابله با تهدیدها را دارند.
اکنون در حال بیرون شدن هستیم، اما در عوض ارتش و نیروهای امنیتی افغان بسیار قوی تر آموزش دیده و مجهزترند. بنابراین این یک پیشرفت تدریجی بوده و افغانستان را رها نخواهیم کرد. ما بر حمایت از آنان حساب کرده ایم، اما بر روش های دیگر غیر از حضور نظامی در افغانستان. روند واگذاری مرکزهای نظامی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان جریان دارد. در تازه ترین مورد وزارت دفاع گفته است که اردوگاه جدید کابل طی مراسم از نیروهای آمریکایی به نیروهای افغان واگذار شده است. ماندن در این کشور به معنای این است که ما نیز باید برخی از خطرات را بپذیریم. خطر جنگ بیشتر، خطر مجبور شدن برای افزایش شمار نیروها در یک ماموریت بی‌پایان نظامی. از سوی هم رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سفرش با پاکستان هشدار می‌دهد که اگر فرصت کنونی برای صلح افغانستان از دست برود، پایان بحران در این کشور دشوار خواهد شد. من فکر می‌کنم آنچه پاکستان همراه با ترکیه و افغانستان درباره صلح این کشور انجام می‌دهد بسیار مهم است. اگر اکنون این کار را نکنیم، پس در مرحله بعدی تصویر متفاوتی پیدا خواهیم کرد. یعنی اینکه حل مشکل افغانستان پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد. همزمان با روند خروج نیروهای خارجی، نبردها در بخش‌های از کشور شدت بیشتر گرفتند، تا جایی که شماری از بخش‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شدند. رهبر جمعیت اسلامی هشدار می‌دهد که اگر پس از بیرون شدن نظامیان خارجی اجماع ملی در کشور شکل نگیرد، افغانستان وارد یک جنگ دیگر خواهد شد. صلاح الدین ربانی می‌افزاید که ترکیب شورای عالی دولت سلیقه‌ای و سیاسی است که تنها هدف حکومت از ایجاد این شورا سرگرم کردن سیاسیون است. در همین حال محمد محقق، مشاور ارشد امنیتی و سیاسی رئیس جمهور، از آنچه بدتر شدن اوضاع کشور می‌داند نگرانی کرده، می‌گوید که باید محاسبه جهان این باشد که افغانستان به لانه هراس افغانان مبدل نشود. یکی از طرف‌های دلخور از رئیس جمهور غنی و حتی دلخور از بزرگترین همحزبی‌اش عبدالله صلاح الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی که به هیچ خواست دولت لبیک نمیگوید و تازه هم پیشنهاد عضویت در شورای عالی دولت را رد کرده است، اینجا در مراسم گرامی داشت از دهمین سالیاد ترور ژنرال داوود و شاهجهان نوری میگوید حکومت امور مملکت را به گروگان گرفته و اگر در مرحله پس از خروج نیروهای خارجی اجماع سیاسی در کشور را تامین نکند، افغانستان وارد یک بحران جدید خواهد شد. طرح تصمیم گیری متمرکز و تک محوری به بن‌بست رسیده است و یکی از عوامل وضعیت کنونی در کشور است. به همین دلیل باید نخست روشن شود که هدف از تشکیل این شورا چیست. در همین حال محمد محقق، مشاور امنیتی و سیاسی رئیس جمهور، وضعیت کشور را خوب ندانسته، میگوید محاسبه جهان باید این باشد که افغانستان به لانه هراس افغانان مبدل نشود. در کنار دولت، کنار اردو، کنار نیروهای دفاعی و امنیتی، در خط نظام جمهوری اسلامی استاد استیم و خود ما هم انشاءالله یک کم کمک سرشتی خود گرفتر آیستیم. از سوی هم معاون نخست مجلس سنا از خارج شدن مسیر گفتگوهای صلح به مسیر استخباراتی سخن زده و می‌افزاید که از نام جمهوریت سوء استفاده می‌شود. در آینده نزدیک رئیس جمهور افغانستان با رهبر طالبان در پاکستان مذاکره می‌کند. وقتی که شورای مصالحه وجود داشته باشد، وقتی که هیئت مذاکره کننده در دوحه وجود داشته باشد، دیگه ضرورت به یک مذاکره پنهانی دیگه چه دیده می‌شود. جنرال داوود و شاهجهان نوری در هفتم جوزای سال 1390 خورشیدی در یک حمله انتحاری در مقام ولایت تخار جان باختند که تاکنون عاملان این رویداد شناسایی و بازداشت نشدند. در درگیری 10 روز گذشته 64 نظامی و 120 غیر نظامی در اثر نبردها جان باخته و در کنار آن 10 ها جنگجوی طالب هم کشته شدند. آمارهای گردآوری شده از سوی آریانا نیوز از قربانیان در 10 روز گذشته نشان می‌دهد که در این مدت 114 غیر نظامی و 27 نیروی امنیتی در کشور زخمی شدند که بر بنیاد آمار نهادهای امنیتی بیش از 1000 جنگجوی طالب هم
در درگیری ها زخمی شدند. بر بنیاد گزارش نیویورک تایمز در این مدت 4 ولسوالی و 10 پاسگاه امنیتی زیر اداره طالبان در آمده و در این میان بخش هایی از مرکز و ولسوالی علی شنگ لغمان بار دیگر امروز گواه درگیری های شدیدند. سمی جهش. در روز جنگ نفسگیر در بیش از 20 ولایت کشور، تازه ترین تصویر از لغمان یک پایگاه نظامی میان ولسوالی های دولتشاه و علی شنگ را طالبان هدف قرار دادند. منابع میگویند نبرد در ولسوالی علی شنگ داغ شده و نیروهای تازه نفس در بخش‌های از لغمان عملیات ضد طالبان را راه‌اندازی کردند. سوی دیگر نیویورک تایم در گزارش میگوید در یک ماه پسین 4 ولسوالی زیر اداره طالبان در آمده و 10 پاسگاه و پایگاه نظامی میان جنگجویان طالب و نظامیان دولتی دست به دست شدند. طالبان و سو نفر یوازې مرسی ودی چې هغه کې یو دیش نفر سر گروپونه دي په شمول د معاون د والی. اما مهمتر این نبردها به دو طرف جنگ و مردمان بیرون از منازعه تلفات سنگینی به جا مانده است. آمار گردآوری شده از گزارش های آریانا نیوز نشان می دهد که در 10 روز گذشته 64 نظامی و 120 غیر نظامی در نتیجه درگیری ها جان باختند. بر بنیاد اطلاعات در درازای 10 روز روزانه 10 طالب نیز کشته و زخمی شدند. از نظامیان 27 زخمی و از غیر نظامیان 114 زخمی در 10 روز گذشته به جا مانده است. مختلف و حملاتو که در خزو و ماشومان پا گردون 15 دشتن ملکی وگلی شهیدان شویدی او 9 دشتن نور تپیان شویدی. اولس ملکی وگلی وجل شوی او 2 هم قربان تپیان دی. نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی و محلی گزارش داده است که از اول می سال جاری تا اکنون 26 پایگاه و پاسگاه نظامی در ولایت‌های لغمان، بغلان، میدان بردک، فرا و غزنی به دست طالبان افتاده است. نگرانی ها وجود داره، در ولسوالی های دیگه هم که مثل تالا و برفک است، اگر دانه غوری است، ولسوالی بغلان مرکزی است. در نتیجه درگیری های در روز گذشته، صدها خانواده نیز آواره شدند. سوی دیگر، شهرها هم ناامن نگه داشته شدند. در این یک هفته پسین، پایتخت هم گواه نزدیک به 10 ترور هدفمند بود. ترورهایی که بیشتر نظامیان را هدف قرار داده است. در این چند ماه پسین، بیشتر ترورهای هدفمند در پایتخت و ولایت صورت گرفته است که تاکنون هیچ گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. سمجهش؟ آریانا نیوز، کابل. مهندسان کشور به تنهایی توان ترمیم پایه‌های برق را دارند. ریاست ولتاژ بلند ریاست برق افغانستان میگوید که کار مهندسان کشور در ساخت و ترمیم پایه‌های برق نسبت به شرکت‌های خارجی با کیفیت و پرسرعت بوده و نیز از مصارف اضافی جلوگیری می‌کند. مسئولان در این ریاست می‌افزایند که یک شرکت خارجی در بیش از 30 روز نتوانسته یک پایه برق را ترمیم کند، در حالی که مهندسان کشور توانستند در 3 روز 4 پایه را ترمیم و نصب کنند. اکبر لودین. تکه های پایه برق وارداتی است که در چند روز اخیر در شمال کابل تخریب شده است. گروهی از مهندسان افغان که مسئولیت ترمیم این پایه ها را به عهده دارند، از این تکه های آهنین برای ساخت پایه های استحکامی نیز استفاده می کنند. عبدالاحد بارکزی رئیس ولتاژ بلند ریاست برق افغانستان که رهبری این تیم را به عهده دارد، می گوید که کار مهندسان افغان در ساخت و ترمیم پایه های برق نسبت به شرکت های خارجی با کیفیت بوده و از تمام دقت در آن استفاده می کنند. پا هر جز د پایی که زموږ د 8 نفر یا 10 نفر کار کوي، ام هغه په 2 ورځو کې مطلق ان موږ درولې ده او بیرته مو دغه کړي. افراد مسلح ناشناس این پایه برق را که حدود 2 هفته قبل در مربوطات حوزه 17 کابل انفجار داده بود، از سوی مهندسان افغان در مدت درست تکمیل و نصب شده است. در حالی که یک شرکت خارجی در 20 روز نتوانسته یک پایه برق را که در ولسوالی میربچکوت کابل تخریب شده ترمیم کند. وقتی موضوع کار شروع میشه، از رئیس ما گرفته تا تاویلدار مکمل در ساحه میرن. ما همراهشان میرن به خاطر که ببینم چی مصرف میشه چی مصرف نمیشه. ماشین هایی که برای وصل لین های قطع شده استفاده می شوند، کار مهندسان افغان را ساده تر ساخته است. روزید نداشتیم، در روزید که روزید است، روز خوشی است که باید در نمازید بخوانید، در خوشحالی باشی. ما در وقت در ساحه کار بودیم، کار میکردیم.
با این حال ریاست برق افغانستان میگوید که در ساخت و ترمیم پایه‌های برق به مهندسان افغان اولویت داده می شود، به جز موضوعات مهم و پیچیده. کله چې زمونږ انجینران په تخنیکی او د په لحاظ باندې سیستم په لحاظ باندې کله کله په یو کار کې پاتې راځي، نو بیا موږ له بهرنیو کمپنیو سره دا موضوع شریکو. این در حال است که روز گذشته مخالفان مسلح یک کارمند ریاست برق میدان وردک را در ولسوالی چکین ولایت هدف قرار داده و زخمی ساخته است. ریاست برق از طرفهای درگیر می خواهد که به جان کارمندان آنان توجه کنند. خبرها را در آریانا نیوز ادامه می دهیم، اما وقفه کوتاه در آریانا. گروه طالبان میگوید که آمریکا با ایجاد پایگاه نظامی در امتداد خط فرضی دیورند دنبال ادامه حضور در افغانستان و منطقه است. این گروه تاکید می‌ورزد که ایجاد پایگاه نظامی از سوی آمریکا در آن سوی خط فرضی دیورند به معنای حفظ دو پایگاه مهم آمریکا در شیندند و بگرام افغانستان است. طالبان همچنان هشدار می‌دهند که اگر قرار باشد آمریکا از همسایگی افغانستان و فضا و خاک پاکستان افغانستان را نظارت کند، جنگ طالبان در برابر نیروهای آمریکایی دوام می کند. علی اصغری. آمریکا در تلاش دوام اشغال از همسایگی ما. عنوان مقاله از سوی طالبان است در وبسایت صدای جهاد متعلق به اخبار جنگ این گروه. بیشتر در این مقاله به حضور آمریکا در مرز میان افغانستان و پاکستان پرداخته شده است. طالبان که هنوز افغانستان را زیر سایه آمریکا و نظامیانش می داند، آشکارا هشدار به جنگ می‌دهد، آن هم در صورت ایجاد پایگاه از سوی آمریکا در امتداد خط فرضی دیورند. گویا آمریکا در امتداد خط فرضی دیورند برای نظارت از افغانستان پایگاه می‌سازد و یا حریم فضایی پاکستان برای نظارت افغانستان به کار برده می‌شود. به معنای این می‌باشد که آمریکا باز هم از بگرام و شندند خون افغان‌ها را می‌ریزاند و به حضورش دوام می‌دهد. اگر چنین شود، افغان‌ها به مثل گذشته به جنگشان دوام می‌دهند. دا وقتی چې طبقه د پاکستان خلک هم او د افغانستان خلک هم د دې په مقابل مخالفت کوي او د امریکا لپاره لوغه میزوي. تحلیل‌های برخی ها همین است که با خروج کل نیروهای خارجی از افغانستان، پاکستان یکی از گزینه‌های اصلی برای نظارت افغانستان از سوی آمریکاست. تصمیم ظاهراً جنجالی واشنگتن که از همین حالا واکنش های تند پاکستان را برانگیخته است. البته پاکستانی ها بعدشان نمیه که پایگاه نظامی را در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار بده. چیزی رو که از ظاهر پاکستان ادعا میکنه، وزیر خارجه پاکستان به نظر میرسه که خود این سیاست اعلامی شان است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان پیشتر در مجلس سنای این کشور مخالفت اسلام آباد با ایجاد هر گونه پایگاه نظامی آمریکا در خاکش را اعلام کرد. نه تنها که پاکستان نمی‌خواهد پایگاه نظامی آمریکا در خاکش باشد، بل حتی به انجام حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در داخل پاکستان هم اعلام مخالفت کرده است. اما نگرانی آمریکا این است که افغانستان مبادا بار دیگر به وضعیت دهه 90 برگردد. با بخش جهان باز می‌گردد. و این بخش هم خوش آمدید. بشار اسد با به دست آوردن 95% آرا بار دیگر رئیس جمهور سوریه شد. نتایج انتخابات روز گذشته اعلام شد. بعد از آن که جنگ سوریه 10 سال پیش آغاز شد، این دومین انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور است. انتخابات در مناطق شمال شرقی سوریه که در کنترل جنگجویان کرد تحت حمایت ایالات متحده است و در ولایت شمال غربی اطلب برگزار نشده است. این هم گزارشی در مورد کرونا در هند. در حالی که شماری از کشورهای اروپایی آرام آرام به سوی عادی سازی زندگیشان پس از گذراندن مرحله سخت همگیری کرونا می روند، اما در هند این پدیده همچنان قربانی می گیرد و این کشور را با چالش بی سابقه روبرو کرده است. شمار مبتلایان بیش از 27 میلیون تن هستند. طوفان و سیلاب هم در برخی از نقاط هند روند واکسینیاسون را مختل ساخته است. در روستا واکسینی وجود ندارد. به دلیل طوفان و طغیان اوضاع خیلی خراب است. ما غذایی نداریم و سیل در حال حاضر روستا را سرزیر کرده است. اگر نتوانیم واکسینه شویم، اوضاع می‌تواند واقعاً بحرانی باشد.
تاکنون بیش از 600 هزار بیمار کرونا در هند صحتیاب شدند، اما نفوس بیش از 1,300,000 نفری دشواری های این کشور را بیشتر ساخته است. تاکنون بیش از 2 میلیون تن در سراسر این کشور واکسین شدند. در بیمارستان‌های عادی دولتی ما جایگاهی نداریم. بنابراین حتی اگر ما نیاز به هزینه 1000 روپیه داشته باشیم مشکلی نداریم، اما باید واکسین شویم. در حال حاضر مرحله سوم واکسیناسیون کووید 19 در حال تطبیق است و همه افراد 18 سال به بالا را پوشش می‌دهد، هرچند که نگرانی‌های از کمبود واکسین هم وجود دارد. بخش اقتصادی هم پس از هفته برمی‌گردد. به بخش اقتصادی هم خوش آمدید. مسئولان اتحادیه ملی تولید زعفران افغانستان هشدار می‌دهند که اگر به این محصول بازاریابی درست صورت نگیرد، خرید و فروش زعفران افغانستان به پایین‌ترین سطح در کشور خواهد رسید. بازرگانان زعفران در هرات می‌گویند که امسال کشت زعفران در این ولایت نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته. حکومت در این مورد چیزی نمی‌گوید. سایه بازارهای ایرانی بر تولید زعفران در هرات. تولید کنندگان زعفران می‌گویند که قاچاق زعفران ایرانی به کشور، کشت و تولید زعفران در افغانستان را صدمه زده است. اتحادیه ملی تولید زعفران و کشاورزان می‌گویند که اگر بازاریابی درست از سوی وزارت زراعت به این محصول صورت نگیرد، زعفران افغانستان به زودی از بازارهای کشور بیرون خواهد شد. طوری که باید می‌شده نشده متاسفانه. همه چیز فقط زمان بوده، به یک و مقطعی بوده، کوتاه مدت بوده و درست مدیریت نشده. اگر بیایم سر تفاهم‌نامه قبلی که با چین امضا شد، با کشورهای عربی امضا شد، اینا صرف روی کاغذ باقی ماند. این باید به جدیت دنبال بشه. کریم صدیقی که به تولید زعفران در هرات مصروف است، نگران کاهش کاروبار خود است. او میگوید که بیشتر کشاورزان به دلیل نبود بازار دل سرد شده است و فکر نمی‌کنه که یک حالت نرمالی به وجود بیاید به افغانستان که او بتونه به داخل افغانستان زعفران خود را به فروش برسانه، چی که باز ای که بتونه به خارج از افغانستان صادرات داشته باشه، این خو اصلا پیش بینی نمی‌کنه. اینجا یکی از مرکزهای تولید زعفران در هرات است. سال قبل به کشورهای مختلف جهان زعفران صادر می‌کرد و به صدها دختر زمینه کار نیز فراهم کرده بود، اما مسئولان این مرکز از ورشکسته شدن فعالیت‌های خود نگرانند. صنعتگران زعفران تمام شرکت ها رو صدمه زده، لازمه مواری کده، از این خاطر شده خیلی قیمت ها پایین آمده. حال کمتر کسی میبینه که زعفران تولیدش داشت، یا به جای ران کنه یا کسی بخواهی که زعفران بخره. حکومت هرچند در مورد کاهش تولید زعفران چیزی نمیگوید، اما آگاهان به این باورند که کشورهای همسایه نمیخواهند تولید و کشت زعفران در افغانستان رشد کند. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 5 پول، یک یورو 94 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 31 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی و 1000 روپیه هندی 1070 افغانی. بخش ورزشی هم تا دقایق دیگر. عبیدالله انوری با بخش ورزشی. میلی‌پوشان فوتبال کشور آخرین تمرینشان در اردوی امارات را برگزار کردند. قرار است شیران خراسان فردا ساعت 6:30 شام به وقت کابل در دومین دیدار تدارکاتی خود برابر سنگاپور به میدان بروند. پیشتر تیم ملی فوتبال کشور با حساب 3-2 در دیدار دوستانه برابر اندونزیا به پیروزی رسیده بود. بر بنیاد گفته های فدراسیون فوتبال، شاگردان انوش دستگیر برای آماده سازی هرچه بیشتر و مساف با تیم های بنگلادش، عمان و هند در مقدماتی جام جهانی و جام ملت های آسیا 3 ماه روان میلادی از امارات راهی قطر خواهند شد. یما سیدی مشزن مهاجر کشور امشب برابر حریف از یونان وارد رنگ رقابت می شود. این مبارزه بالای عنوان قهرمانی جرمنی برگزار می شود. سعیدی تاکنون 18 پیروزی و 2 شکست در کارنامه دارد، اما در کارنامه حریف یونانی ما 19 پیروزی و 4 شکست دیده می شود.
رقابت‌های والیبال بانوان و آقایان در ولسوالی جاغوری غزنی پایان یافت. در بخش بانوان 11 تیم به شمول 2 تیم از شهر کابل شرکت کرده بودند و در بخش آقایان نیز 17 تیم و 1 تیم از پایتخت حضور داشتند. این رقابت‌ها 9 روز ادامه یافت که تیم‌های والیبال بانوان و آقایان امید داله به قهرمانی رسیدند. در لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا 3 دیدار برگزار شد که در مهم‌ترین آن دنور ناکس با نتیجه 120-115 پورتلند را شکست داد. در دیگر بازی اساس لاس آنجلس لیکرز با حساب 109-95 فینیکس سانز را در هم کوبید. میلواکی باکس نیز 113-84 از صد میامی هیت گذشت. وضعیت هوای فردا. برای دیدن این مجموعه خبری مهمترین خبرهای افغانستان و جهان به وبسایت ما آریانا نیوز نقطه ای اف سر بزنید. رسانه‌های اجتماعی ما را هم فراموش نکنید تا درود دیگر بدرود.